سلام می‌کنم خدمت بینندگان کانال جدید. من ایرج رضایی هستم، به همراه همکارم سحر آذر در اتاق فرمان با شما هستیم با یک دیگر برنامه‌های نگاه روز. برنامه نگاه روز امروز اختصاص داره به مسئله پیدایش داعش و عوامل علت‌های پیدایش داعش و موقعیت کنونیش و موقعیتش در منطقه و برخورد کشورهای منطقه با داعش. با اعلام موجهت و حمله نظامی گروه موسوم به داعش که از اسلامی‌های عراق و شام تشکیل شدند، هزاران نفر در از صدها هزار نفر آواره کوه‌ها و کشورهای دیگر شدند و صدها نفر در از کشته و زخمی و اعدام شدند. داعش پا را فراتر گذاشته و با دستگیری و در از به گروگانگیری زنان اینا را در بازارهای در از شام و جاهای دیگه به فروش می‌رسانند. بیشتر کشته شدگان بچه ها و در از کودکان و زنان هستند. غرب و آمریکا بعد از سکوت طولانی در از جدیدن هواپیماهای خود را اعزام کرده که اعلام در از به منطقه اعزام کرده که با بمباران داعش به جلوگیری کنه از کشتار بیشتر مردم. پیرامون این موضوع ها علت پیدایش داعش و برخورد کلن جمهوری اسلامی به داعش و کل منطقه با داعش و موضوعات پیرامون داعش به گفتگو می‌شینیم با محسن ابراهیمی، مهمان برنامه این هفته. محسن ابراهیمی، به برنامه نگاه روز خوش آمدید. منم سلام می‌کنم به شما و به بینندگان گرامی، در خدمتم. محسن ابراهیمی، علت پیدایش داعش و چه مناسباتی باعث شد که داعش در از قدرت بگیره و بتونه در از به این سرعت پیشروی کنه توی منطقه و پشتیبان‌های جهانیش در از کدوم شرایط هستن؟ خب الان دیگه همه میدونن که داعش یه جریان اسلامیه که از فرقه سنیش از لحاظ ایدئولوژیک تبعیت میکنه. خب داعش سابقهش برمیگرده به گروه زرقاوی در عراق. بعد از اینکه جورج بوش عراق رو بمباران کرد، اون عملیات شاک ان آ، عملیات رعب و وحشت و جامعه مدنی عراق رو به طور کامل تخریب کرد، زیر ساخته سیاسی و اجتماعیش رو تخریب کرد. جامعه عراق همه میدونستن که میتونه شرایط رو فراهم کنه، بهترین مساعدترین شرایط فراهم کنه که جریانات تروریست، مشخصا به اینجا خیلی روشنه که اسلامی ها از اون داخلش در بیان بیرون. خب بعد از اون بود که گروه زرقاوی که یه شعبه از القاعده بود در به یه معنا در عراق شکل گرفت و بعد از اونم من خیلی کوتاه خلاصه میخوام بگم، بعد از اونم در سوریه بود که انقلاب سوریه رو به خون کشیدن. در حقیقت میشه گفت غرب و جمهوری اسلامی روسیه از یه طرف و غرب از طرف دیگه به خون کشیدن واقعا، چون دیدن که انقلابات داره تو منطقه رشد میکنه، گسترش پیدا میکنه و مرز نداره این انقلابات. حتی تو خود غرب هم صداش واقعا شنیده شد، تو غرب هم اعتراضات علیه نظام شکل گرفت. واقعا به نظر من آگاهانه تصمیم گرفتن انقلاب سوریه رو به خون بکشن. نیروهای اسلامی تروریست مساعدترین و بهترین خونریزترین جریانات بودن که میتونستن استفاده کنن و کمک کردن همونجا هم شکل بگیره. عربستان پشتش بود، قطر پشتش بود، دول غرب که ادعای دموکراسی و حقوق بشر میکنن وقتی در سوریه قتل عام میشدن مردم اعتراضی نکردن و اینا شکل گرفتن. و وقتی اوضاع عراق بدتر هم شد که الان بدتره، نه سیستم سیاسی روشنی داره، نه ارتش درستی داره، همه چی در هم ریخته است، داعش یعنی همون گروه زرقاوی که در سوریه رشد کرده بود به عنوان گروه دولت اسلامی عراق که بعد شام هم اضافه کردن، دولت اسلامی عراق و شام شد داعش، برگشت به عراق. با استفاده از فضای در هم ریخته عراق، داعش با کمک نظامی، لوجستیکی، مالی عربستان، قطر و البته زیر نگاه میشه گفت ساکت آمریکا و غرب تونست بیاد عراق و به راحتی خیلی جاها رو تأثیر کنه. عجیب نبود که داعش تونست تأثیر کنه، برای اینکه با یه جامعه که مقاومت بتونه کنه مواجه نبود. اشاره کردیم که در از اوضاع شلوغ و به هم ریخته عراق داعش تونست در عهد به قدرت برسه. فکر میکنین مشخصا نقش آمریکا در این مسئله چی بوده و چرا تا الان آمریکا و کشورهای غربی سکوت کرده بودن و داعش میتونست قتل عام کنه و قلقم کنه و آمریکا غرب سکوت کرده؟ به نظر من نقش آمریکا از لحاظ اخلاقی بیشرمانه، از لحاظ سیاسی به نظر من کاملا آگاهانه و حساب شده بود. اگه خوب یادتون باشه وقتی داعش با ستونای زرهیش با سلاحهای سنگینش وارد
عراق شد، آمریکا جنرال های آمریکایی، ساده ترین جنرال آمریکایی میتونست اینو بفهمه که اگه میخوام واقعا اینو مقابلش وایستن با چند تا بمباران میتونن ستون اینا رو نابود کنن، همین 10,000 نفر رو نابود کنن. همون کاری که یه موقع وقتی به عراق جنگ اقبل خلیج حمله کردن، سربازای عراق رو تیر و تار کردن، واقعا داغون کردن، این کارو میتونستن اون موقع بکنن، درسته؟ اینو میدونستن. ولی شما دیدین که اوباما و محافل حاکم در آمریکا دارن در مورد باهاش بحث میکنن ولی یه اقدام کوچکم نمیکنن. چرا؟ به نظر من تصمیم گرفتن نکنن. به نظر من آمریکا متوجه که به اینکه عربستان پشت داعشه، با توجه به این قطر پشت داعشه، با توجه به اینکه در عراق جمهوری اسلامی نفوذ داره در دولت عراق و آمریکا به عنوان نماینده غرب و جمهوری اسلامی به عنوان نماینده مقابل، اینا دو قطب تروریستی بودن، برای یه دور جهان رو تو منگنه خودشون میفشردن و الان میخوان قدرت خودشون در مقابل هم توازن رو به نفع خودشون عوض کنن. عراق بهتر اینجاست که آمریکا به نفع خودش سعی کنه اوضاع رو عوض کنه، جمهوری اسلامی به نفع خودش. هر کسی کنترل سیاسی در عراق به دست بگیره میتونه در مقابل نیروی مقابل توازن رو عوض کنه. آمریکا به نظر من فکر میکرد آگاهانه شروع حضور داعش در عراق، پیشروی داعش در عراق، یعنی پای عربستان رو اونجا باز میکنه، پای قطر رو باز میکنه، پای ترکیه رو باز میکنه، پای متحدین سیاسی آمریکا رو باز میکنه، میتونه با جمهوری اسلامی اونجا کشمکش بکنه و اوضاع رو به نفع خودش عوض کنه. به همین خاطر سکوت کرد آمریکا به طور کامل. فکر میکنید در اصل واکنش جمهوری اسلامی به این پدیده داعش چی هستش و آیا خطر از طرف داعش در اصل مستقیما متوجه جمهوری اسلامی هستش؟ جمهوری اسلامی به نظر من دقیقاً به این داره فکر میکنه که داعش که در عراق اینجوری داره جنایت میکنه، تبحش راه انداخته و روشنه که جمهوری اسلامی هم میدونه که داعش از عربستان داره نیرو میگیره، دستور میگیره، روشنه که داعش هر چقدر اونجا نیرو بگیره همونقدر دست و پای جمهوری اسلامی از طریق دولت مالکی الان دراز شده کوتاه میشه. در نتیجه برای جمهوری اسلامی عراق خیلی مهمه و میخواد جلو داعش رو بگیره، چون اگه داعش گسترش پیدا کنه کل عراق چقدر امکانش هست یه بحث دیگه است. یعنی دست جمهوری اسلامی کوتاه میشه. وقتی دست جمهوری اسلامی عراق کوتاه بشه، یعنی محوری که برای جمهوری اسلامی رو وصل میکنه به حزب الله و لبنان، اونم قطع میشه، به سوریه وصل میکنه، اونم قطع میشه. به معنای واقعی کلمه جمهوری اسلامی با پیشروی داعش و عربستان، نفوذ عربستان، داره زمینه یکی از مهمترین موقعیت استراتژیک خودش از دست میده. به این معنا مهمه که جمهوری اسلامی اونجا وضعیت خودش رو حداقل تو این شرایطی که وجود داره حفظش کنه و به این معنا نمیخواد مطلقاً. یه نکته هم میخوام اضافه کنم، جمهوری اسلامی تصور میکنه تبحش داعش در عراق ممکنه یه فرجه ای، یه فرصتی تو دنیا به وجود بیاره، جمهوری اسلامی جنایت خودش رو یه جوری پنهان کنه، آبرو برای خودش بخره، که به نظر من این پوچه برای نسل جوان ایران که پوچ، مردم ایران که پوچه، چون خمینی رهبر داعشه، خمینی رهبر البغدادیه، اونا داعشیا اگه جنایات اول دوره اول حکومت اسلامی رو به چشم بیاریم، داعشیا باید برن تو مکتب خمینی و خامنه ای و جنایتکارای اسلامی درس بگیرن. چنین کاری نمیتونه، چنین آبروی برای خودش نمیتونه کسب کنه، چون تاریخ خونین جمهوری اسلامی برای همه معلومه. فکر میکنم پیشروی داعش و کلن قدرتگیری داعش چه تأثیری بر نیروهای مشابهی تو جمهوری اسلامی میذاره و چه تأثیری در اصل، آیا تأثیر منفی در موازات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی میذاره؟ به نظر من این سوال فوق العاده مهمیه، سوالی که مستقیما به زندگی ما مربوطه. به نظر من مثل هر انقلابی، انقلابات رخ داد در تونس و مصر، بلافاصله تاثیرات زنجیره‌ای وسیع در دنیا داشت. ارتجاع هم تاثیر زنجیره‌ای میذاره، با این تفاوت که انقلاب روح آزادی‌خواهی، روح امید، روح هم نودوستی رو تو منطقه بیدار میکنه که اکثریت مردمان، ولی ارتجاع جریانات گنگستری، جریانات مافیایی، جریانات تروریستی رو بیدار میکنه. مطمئنن تحرک تروریستای اسلامی سلفی رو تو منطقه بیشتر میکنه، روشنه، من مطمئنم این اتفاق میفته. ولی و اونا روشنه که سعی میکنن اگر در ایران اعتراضات مثل قیام 88 به انقلابی منجر بشه، به نظر من خیلی از نیروهای دولت‌ها حتی از جمله جمهوری اسلامی فکر میکنه که با توجه به همین نیروها و احتمالاً جون گرفتن همین نیروها میتونن به انقلاب ایران خون بپاشن، این کاملا روشنه. ولی شرایط در ایران مثل عراق نیست، شرایط در ایران مثل عربستان نیست.
یک، در ایران جنبش‌های اعتراضی وسیعی مثل جنبش علیه اعدام، مثل جنبش برای محیط زیست، مثل جنبش برای حقوق کودک، جنبش‌های اعتراضی، جنبش کارگری برای منزلت و معیشت وسیع در ایران. فضای سیاسی در ایران اساساً ضد اسلام، ضد نیروهای اسلامی. جامعه ایران واقعاً در قبال نیروهای اسلامی آگاهه. داعش یه مقدار مردم ایران رو آگاه‌تر می‌کنه که اینا از هر فرقه، از هر گروه، از هر شاخه اسلام هم باشن همشون جنایتکارن. به این معنا چیز کمک می‌کنه قطعاً، ولی من اینم باید اضافه کنم فضا برای جنب و جوش جریان اسلامی در ایران وجود نداره، چون حکومت اسلامی اونجا حاکم بود. ولی در مقابل داعش فقط جنبش‌های اجتماعی سیاسی عمومی نمی‌تونن وایستن، یا جریانات تروریست مثل گنگستر مثل داعش یا گروه‌های سلفی در ایران یا حتی دار و دسته‌ای که از خود جمهوری اسلامی بالا میاد. اینجاست که یک حزب سیاسی آگاه، قدرتمند، متشکل، سازمان یافته که بخشای عظیم از جامعه رو بتونه با خودش بکنه و در مقابل این جریان تروریستی محکم و در جای خودش مسلح و باعث اینا رو سر جاشون بشونه. محسن ابراهیمی اشاره کردی به چه کارهایی که میشه کرد. من وقتمون کمه، توی یه دقیقه میتونی مشخصا بگی که چه کارهایی در دستور کار دولت‌ها و مردم دولت، نه دولت‌ها، مردم منطقه باید باشه که بتونن آثار منفی یا مثبتی توی این حرکت بذارن؟ به نظر من هر جایی، هر گوشه دنیا، هر چی از دستمون برمیاد باید مردم دنیا رو متوجه پدیده اتفاقی که تراژدی، جنایتی که در عراق میفته متوجه کنیم و همه نیروهای شریفی که دنیا پر واقعا جلب کنیم که در دنیا صداشون بلند بشه علیه دولت‌های خودشون، دولت‌های ریاکار، دولت نه ریاکار، دولت‌هایی که واقعا محاسبه کردن و دست زنجیر داعش رو باز کردن، مقاومت کنن، مبارزه کنن. هر چقدر در دنیا مردم وسیع‌تر در مقابل جریان مثل داعش وایستن، همونقدر به نظر من نیروی جهانی در مقابل نه فقط داعش بلکه همه جریانات اسلامی به نظر من وسیع‌تر خواهد شد. و دست اینا رو به نظر من با گفتم زیر فشار قرار دادن نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل، همه اینا سعی خواهیم کرد اینا رو منزوی کنیم، اینا رو ایزوله کنیم، اینا رو یه جوری بلخفشون کنیم. ولی آخرین جمله اینه که به نظر من مهمترین کاری که ما میتونیم به عنوان نیروهای آزادیخواه و برابری طلب در ایران تأثیر داریم بکنیم این است که در ایران واقعا بتونیم جمهوری اسلامی رو هر چه سریعتر به عقب نشینی وادار کنیم و هر چه سریعتر ریشه این جریان رو بکنیم، یعنی سر مار اسلام سیاسی رو بزنیم و اوضاع رو واقعا تو منطقه امید به وجود بیاریم برای مقابله، برای مقاومت، برای اعتراض علیه داعش، مبارزه. مرسی محسن ابراهیمی. به امید اینکه جمهوری اسلامی هر چه زودتر سرنگون بشه و تأثیراتش تو منطقه، تو جریانات سیاسی مشخصا روشن باشه. خیلی ممنون. تشکرم. بله بینندگان عزیز، این بود یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز. من ایرج رضایی به همراه همکارم سحر آزاد، شب و روز خوشی را برای شما آرزو می‌کنم.